بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما راجع به اسناد و مدارک و منابع خطبه تتمجیه بود. اشاره شد که مجموع رائق شاید قدیمترین مستند این خطبه باشد. مرحوم علامه تهرانی در الزریعه جلد 7 صفحه 202 اشاره به این خطبه دارد. می فرماید الخطبه تتنجیه من الخطب المنسوب الى امیر المؤمنین، از خطبه هایی است که به مولا نسبت داده شده. نمی فرماید من خطب امیر المؤمنین. بعد به منابعش اشاره می فرماید. می فرماید که مذکورتون فی المجموع الرائق، این خطبه در کتاب مجموع الرائق آمده که من دیروز مفصل راجع به مجموع الرائق و اعتبارش و مؤلفش و موضوعاتش و محتوایاتش بحث کردم. بعد می فهمد که المؤلف 73، مجموع الرائقی که 703 سال تألیفشه. بعد اشاره می فرماید به برسی و ذکرها ایضا البرسی فی مشارق انوار الیقین که سال تألیفش 773. بعد دوباره منابع دیگه ای را متأخر از این هاست به اون منابع اشاره می فرماید. می فرماید که اوردها البارجینی حائری فی الزام الناصب. خب آیا کسی ای را شرح داده؟ وقد شرحها سید کاظم رشتی، ایشون این خطبه را در سال 1232 شرحها شرحا مبسوطا. 32 اما طبع 1270، یعنی 50 سال بعد چاپ شد. خب این فرمایش ایشون. مرحوم قومی، بله بحث شیخی هست دیگه، اساس انحراف، بله اصلا مستنداتشون همین هاست. مرحوم میرزای قومی در کتاب جامع الشتات می فرماد که این خطبه در مصادر حدیثی نیامده، حدیثی قدیم همانند کلینی و در این کتاب ها نیمد، جز آن که برخی از دانشمندان شیعه همانند حافظ برسی و در مشارق این نقل کرد. دیگه میرزای قومی به اون کتاب چیزم اشاره نمی فرمان. کتاب چی بود؟ مجموع رائق. بعد می فرماد که مرحوم قومی بسیاری از عبارتهای این دو خطبه در این کتاب آمده، یعنی دو خطبه بیان و تتنجیه. خب قاضی سعید قومی، من یادم میاد در بحثای قبل سال گذشته حرف میرزای قومی را
نقل کردیم که قاضی سعید قمی هم در شرح حدیث غمامه خطبه بیان را آورده و ادعا کرده که این خطبه در بین شیعه و غیر شیعه شایعه و نیاز به سند هم ندارد. خب بسیاری از اوصاف خدا بر زبان علی ابن ابی طالب انا الخالق انا حالا این ایشون این خطبه را نمیپذیره و رد میکند. مرحوم قمی این خطبه تبنجیه و خطبه بیان را. حالا من اجازه بدید اولا ببینیم اصلا این تبنجیه است معنای این کلمه چیه، بعدم مقداری از خود خطبه رو میخوانم. این کلمه تتنج یا تتنج در چند مورد از این خطبه آمده، گاهی مفرد آمده، گاهی به طور مثنا و تثنیه آمده، اما تلفظش باید چه جوری باشه؟ تتنجه، تتنجه. ظاهرا جایی به این نکته اشاره نشده. شما حرف آیت جعفر آوردید؟ نبود. نه. در اون کتاب خب تا جلد 30 رفتید؟ بسیار. حالا این در جایی ما برخورد نکردیم که ضبط این لفظ را بیان کرده باشند و اینو برگردونن به ثلاثی مجرد، مثلا تنجه، یا برگردونن به ثلاثی بله مزید تتنج. تتنج ببینید ابن منظور چی میگه. تتنج به معنای تفنن، دست یافتن به فنون، اینه میگن تتنج. حالا اینجا به این معناست، یا بگیم که تتنج به معنای خلیج، اینم یک معنی است که از خود خطبه هم استفاده میشه. نه خود تتنج در لغت این معنی نیومده. نه دیگه ببین تو خود خطبه آمده. خلاصه یا بگیم به معنای دنیا و آخرته، تتنجین. این حرف را امون سید کاظم رشتی به بعضی از مفسرین نسبت میده، حالا کی هستن نمیدون. پس به معنای دست یافتن به فنون، به معنای دوتا خلیجه، به معنای دنیا و آخرت، به معنای خب چون مشتمل از این خطبه بر اکوار ادوار، خب به معنای بالاخره عالم وجود، اینم یه عالم اونم یک عالم. حالا این من نرسیدم به یک نتیجه واقع مطلب که بالاخره معنای تتنجیه و این چیه، منظور چیه، ما دسترسی نداریم. و بفرمایید. دوباره
نمیدونم الان اینا اونجا میگه تنجه سریجان من ما خب ارتباط داره فارسیه حالا خب هیچ اگه ما تو لغت پیدا نکردی زبطش هم تتنجیه ولی آقای میجهانی اشتباه نوشته توتنجیه چرا اشتباه هم؟ خب اشتباه این طرف هم ممکن تنجه به معنی تنگه؟ عرض کنم ولی این همونه خب بله بستن الان اینا کتاب های لغوی به این اشاره نکردن بله حالا شما می فرمایید دیگه اینم به عنوان که احتمال باید مطرحش کرد الان این خطبه از خطبه هاییست که بله زمینه مناسبی برای این به تعبیرهای شعرانی زمینه مناسبی بوده برای رواج دادن فکر بله شیخیه سید کاظم رشتی به این خطبه و امثال این خطبه استناد میکنم و حرفای خودش را مطرح میکنم خب حالا من اجازه بدید خود خطبه را من بخوانم و ببینیم به کجا منتهی میشه مجموع رائق نمیدونم الان تو در دسترس هست یا نیست اونی که الان در دسترس مشارق انوار الیقین خوب دقت کنید من خطبت له تسمى تطمجیه که گفتم در پاورقی دارد طبیخیه است اصلش طبیخیه است طبیخ اگر باشد طبخ یعنی چی؟ پختن دیگه چه ربطی به خلیج و چه ربطی به اکوار و چه ربطی به نمیدونم دنیا آخرت و چه ربطی به اینا دارد اصلش اینه بله الان میگه اون بنده خدا بحث میکرد که این بله بخت بخت یعنی چی؟ بعد از دقت زیاد معلوم شد که این اصلا بخته نه بخت بله الان ما باید ببینیم اصلش طبیخیه بوده یا بله تتنجیه تتنجیه هر چی که هست اینجا ایشون میفهمد که خود آقای حافظ برسی واهروها عمیق باطنها عمیق خیلی ریشه دار است و خیلی عمیق پرمعناست فلیحذر قارئها اونی که اینی میخواد بخونه او رو برحذر میداریم مواظب باشد من سوء ظنه سوء ظن پیدا نکند که نعوذ بالله مولا میخواد ادعای ربوبیت بکند نه اینجوری نیست فان فیها من تنزیه الخالق آنچنان تنزیه کردند حضرت خالق را ما لا یطیقه احد من الخلائق بعد شروع میکنه این خطبه کجا بوده؟ بین الکوفت و المدینه بسیار بین الکوفت و المدینه کی بوده این خطبه؟ نگاه کن آقا در خطبه اشاره دارند به شهادت جناب عمار و شهادت جناب اویس قرنی لاقتلن بی عمار ابن یاسر و بی اویس القرنی الف قتیل در برابر هر یک از اینها من 1000 نفر خواهم کشت حالا کاری به محتوای این بلند ندارم میگم اگر این قضیه بعد از جریان صفینه دیگه بین الکوفه و المدینه یعنی چه؟
یعنی حضرت بعد از صفین رفت تشت بردن برای بله مدینه تشت بردن. این رو از نظره این همه تو خطبه آمده. اون وقت مخاطب کی بوده؟ نداره هیچ، ولی ظاهرن یکی از خواص مخاطبین جابر بوده، جابر ابن عبدالله انصاری. ظاهرن یک سؤال میکنه که باز خود سؤالم مشخص نیست منظور چیه. قال له جابر وحدها یا امیر المومنین، به تنهایی؟ اشاره به چیه؟ فقال نعم و اضیف الیها 13 اسم، 13 تا اسم. و ضمنی، منو آغوش گرفت امیر المومنین، ثم رکبه، سوار بر مرکب خودش شدن و رفتن. هیچ اشاره ندارد که این کجا بوده و مخاطبین کی بودن، فقط صحبت از جابر. خب بیاید شما یه سری از عباراتش رو دقت کنید. نمیدونم واقعا اینو با اعتقادات ما میسازه یا نه. ببینید میفرماید که الا فاسمعوا ولا تضجوا ولا ترتجوا، آرام باشید، گوش کنید چی میگم، زجه نکنید، سرستا نکنید. فلولا خوفی علیکم ان تقولوا جن او ارتد، ترس این دارم که حرفایی رو بزنم و بگید مجنون شده یا بگید از نعوذ بالله از دین خارج شده است. اگه ترس این نبود لأخبرتكم بما كانوا وما انتم فيه وما تلقون الى يوم القيامه، تا روز قیامت هر چی اتفاق میفته من بهتون میگم. این حرف اینجا نیست. خب این علم از کجا آوردیم؟ علم او از الیه، به من عنایت شده. ما در این بحث نداریم، شک نداریم، همینه. ائمه علم غیب دارن اما ذاتی نیست، حفاظه است، عنایته. ولقد ستر علمه، علمی که من الان دارم به من عنایت شده علمی است که مستور مانده است، عن جمیع النبیین الا صاحب شریعتکم هذه صلوات الله علیه. این عبارت هاست، علمی که به من داده شده علمی است که هیچ کس از انبیا اونا ندارن جز پیامبر اکرم. خب اینجا هم باز، اما این عبارت دقت کنید، فعلمنی علمه، پیامبر اکرم علم خودش رو من یاد داد، منتقل کرد. اودعه علمه و حکمته، این هم مشکل نداره. اینجا دقت کنید، و علمته علمی، بله علمنی علمه و علمته علمی. ببینید تو روایات انا عبد من عبید محمد، اونی که در روایات ماست اودعه علمه و حکمته، از این طرفه، ما کان عندی فهو عند علی ابن ابی طالب. حالا شما رو اینها رو این مطالب و این عبارات دقت کنید، و الا اولش بالاخره این عقاید است، هرچند عباراتی دارد نامألوف. بله و همین صحبت اینه که آیا اینو با عقاید ما میسازه یا همون حرفیست که آی شهرانی میزنن، این زمین ساز اعتقادات انحرافی شیخی هست یا
مرزای قومی رد میکنه، نیست تو کتابای دست اول. مشکل سندی هم دارد نیزش کنه. آقای تهرانی میفهمد که منسوب. خب الحمدلله الذی فتق الاجواء خرق الهواء علق الارجاء اضاء الضیاء احیا الموتى امات الاحیاء احمده حمدا سطع فارتفع شعشع فلمع حمدا يتصاعد في السماء ارسالا ويذهب في الجو اعتدالا الى اخر. بعد میاد میفهمد که واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انتجبه من البحبوحة العليا أرسله في العرب العرباء وأبعثه بعثه هاديا هاديا مهديا حلا بل حلا حلالا فلسميا فأقام الدلائل ختم الرسائل نصر به المسلمين أظهر به الدين. أيها الناس أنا مش كي جمع بودان هرچند مخاطب خاص کی بوده؟ جابر، اما جمعی بودن. ایها الناس انیبو الی شیعتی، من یه خاص الخواصی دارم، یه افرادی را دارم که اینا رو خودم تربیتشون کردم. شما بیایید به اینها برگردید، بیایید به اینها ملحق شید. انیبو الی شیعتی والتزمو بیعتی، پا بر جا باشید، بیعت من نشکنید، نکس نکنید، نکس بیعت نکنید. و واظبوا على الدین به حسن الیقین و تمسکوا به وصی نبیکم. من وصی پیامبر شما هستم، متمسک شید. الذی به نجاتکم، نجات شما به چیه؟ به پیامبر اکرم است، شفیع امت. و بحبه یوم الحشر من جاکم، محبت شما به پیامبر اکرم وسیله نجات شماست. فانا الامل، امید این مردم من هستم. مولا می فرماد انا الواقف على التطنجین، ای اولین موردی که از این کلمه استفاده میکنن همینجاست. انا الواقف على التطنجين، من عالم به تطنجین هستم. حالا تطنجین چیه؟ با این بیانی که عرض کردم، خلیج فنون دیگه به فرمایششون تنگه. بله خب دیگه، حالا دنیا و آخرت با اونم بیوده میاد. خب انا الواقف على المغربين والمشرقين، خب باید بگید که به قرینه مغرب و مشرقین و تطنجین یعنی بله دو عالم. خب رأيت رحمة الله والفردوس رأي العين، ما به چشم خودم بهشت رو دیدم. لو کشف الغطاء مزدت و یقین، اینا همه رو من دیدم. رأيت الأرض ملتفة كالتفاف النور المقصور، زمین را دیدم وهي خزف من التطنج. بفرمود خزف یعنی صفاف. من زمین را دیدم اون وقتی که بالاخره و اذا الشمس كورت، بعدش ها بالاخره به زمین دیدم اوضاع زمین را هنگام قیامت. خزف من التطنج، سفال از تطنج یعنی چی؟ زفنون عبد خلیج چیه؟ خب مما یلی المشرق، از سفال تطنج است که طرف شرق. بعد میفهمد که و تطنجان خلیجان، باز اینجا مصنع استفاده شد.
تطنجان خلیجان من ما که انهما ایسار تطنجین. بله که چی؟ نه اتفاقا هرچی بیریم جلو اجمالش برای ما بیشتر میشه. تطنج بعد میفهمد که بله با تطنجان خلیجان من ما که انهما ایسار تطنجین. این خطبه است، در این خطبه است که جریان بله به اصطلاح شعیب ابن صالح را مطرح میکنه. شما اول بیایید بفرمایید یا جابر اذا صاح الناقوس کبس الكابوس تکلم الجاموس فعند ذلك عجائب و ای عجائب اذا انارت النار ببصرة و ظهرت الراية العثمانية بوادی سوء و اضطربت البصرة و غلب بعضهم بعضا و صبا كل قوم الى يعني هجم و تحركت عساكر خراسان و تبع شعيب ابن صالح التميمي من بطن الطالقان. تو این خطبه شما اول بیاید خود خطبه را، سندش را، مدارکش را، منبعش را، عباراتش را، محتواش را بیان کنید. چرا گزینشی ما برخورد کنیم؟ ببینیم علما چی میگن نسبت به این خطبه قدیما و حدیثا. اینو چی میفرمان؟ میپذیرن در بین علمای ما؟ ببینید کسی هست که نسبت به این خطبه تأمل نداشته باشد؟ نمیگم رد کنه، دیدید بعضی از مراجع معاصر رد کردن، ولی ببینید بالاخره هست کسی که اینو به طور قاطع تأیید کنه، همین که بالاخره محتمل باشد. خب بعد میفرماد که بله نه بعض نه مشکلی نیست. بله بعضی فقرات این خطبه همین اولش، خب بعدش هم خب تمجید خداوند عز و جل، بعدش هم اشاره به مقام پیامبر اکرم در دنیا و آخرت، اینکه بهترین وسیله است، سبب نجات جزء اعتقادات ماست. و اون کسی که حالا من نمیخوام بگم این قطعا جعلیه، ولی از فرمایش خود مولا میفهمد که اون کسی که باطل را میخواد به خورد مردم بده، تمام باطل ده که نمیاره. اگه تمام باطل باشد کسی طرفش نمیره، اگه تمام حق باشد کسی روی گردان نیست. اما چیکار میکنن؟ خلطل حق بالباطل، هر دو رو با هم دیگه بالاخره مخلوط میکنن، وقت مشکل میشه. الان اینا رو ببینید، بعد اینجا میفهمد که اما المتولی دائرها و ما، اینجا باید عبارت من نمیتونم بخونم چی هست این عبارت، ولولا استکاک و رأس افردوس و اختلاط تطنجین، این باره چهارمه، و صریر الفلک لسمع من فی السماوات والارض رمیم حمیم دخولها فی الماء الاسود. این تحرکات نمیدونم کرات و اینا اگر نبود، اینا سر صدا دارد، اگر اینا نبود او فریادهای که در جهنم اونا را میشنید. خب وهی العین الحمیه لقد علمت یا علمت من عجائب خلق الله ما لا یعلمه الا الله. خوب دقت کنید، چیزهایی را از عجائب مخلوقات خدا من میدونم که احدی جز خدا نمیدونه، جز خدا، یعنی حتی پیامبر. لذا بعد میفهمد که من به پیامبر چیزی یاد دادم، یعنی مبادله معلومات، علمنی علمه و علمته علمی. این درسته؟ این عقیده ماست؟ قطعا عقیده ما این نیست. خب احادیث معراج باید یک مراجعه مجدد بکنیم. در احادیث معراج تأمل هست. که مسلمه علی منی و انا من علی، این شکی درش نیست. شیعه و سنی اینه نقل میکنه.
خود بخاری با تمام تعصبش اولین حدیثی که در مناقب امیرالمومنین در بخاری میاره همینه که قال رسول الله انت بله انت منی و انا منک، انت بله انا من علی و علی منی، شکی درش نیست. انفسنا و انفسکم، شکی درش نیست. اما این مسائل ما شکی نداریم در این که افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم، و شکی نداریم که علی ابن ابی طالب افضل مخلوقاته، اما بعد پیامبر اکرم. این جزء اولیات معتقدات ماست. علی ابن ابی طالب در عرض رسول الله؟ نه، همون اشکالیست که ما به دیگران میگیریم، میگیم چرا شما غلو میکنید، هر چی که ببینید نسبت به بله فلانی و فلانی چقدر غلو میکنن. به پیامبر چیز یاد میداد، گاهی خداوند عزوجل را هم چیز یاد میداد، آیه حجاب را مثلا. نظر من این بود که اینها با حجاب باشن، آیه حجاب نازل شد به عنوان موافقات روش تعبیر میکن. غلو همین هاست. ببینید یک جمله را فرض کنید کسی از ما نقل بکنه، ببینید چی جوری با استهزا و مسخره با اون جمله برخورد میکنن و صد برابر اونو، هزار برابر اونو در کتابای خودشون آوردن نقل کرد. حالا بگذاریم، من میخوام عرض کنم که عقیده ما در مقامات امیرالمؤمنین معلوم واضحه، ولی امیرالمؤمنین خودشون میفرمایند تو احتجاج نگاه کنید، انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا باید محفوظ. خب عرض که من اول عرض کردم خدمتون، اول اینو من خدمت شما عرض کردم، ولی این مقاماتم محفوظه که پیامبر اکرم خاتم انبیاست. اینت میفرمایید و علی ابن ابی طالب وصی رسول الله، نه این که علی ابن ابی طالب خاتم انبیا باشه، این اعتقادات ما که این نیست. خب انا الا و انا نحن النذر الاولى، خوب دقت کنید، نحن نذر الاخره، نذر كل زمان و اوان، تا میرسد لو کشف لكم ما كان مني في القديم الاول. اینجاها رو خوب دقت کنید، بعدا فرمایشات مرحوم آقای خویی رو ببینید در دو تا استفتاءشون، یکی منیت المسائل، یکی دیگه هم اسمشه ها مسائل و ردود. این سوالات مطرح میشه، ببینین چی جواب میدن. خلاصه لو کشف لکم ما کان منی فی القدیم الاول و ما یکون منی فی الاخره لرأیتم عجائب مستعظمات و امورا مستعجبات و صنائع و احاطات، انا صاحب الخلق الاول قبل نوح، ولو علمتم ما كان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها وأمم أهلكتها. خودم اینها را، یعنی خودم زمان نوح بودم، خودم زمان آدم بودم، خودم بله من با نوح بودم، من با آدم بودم، من با ابراهیم بودم. فحق عليهم القول فبئس ما كان، انا صاحب الطوفان الاول، طوفان من را انداختم، انا صاحب الطوفان الثاني، انا صاحب سيل العالم، انا صاحب الاثار المكنونات، انا صاحب عاد والجنات، انا صاحب ثمود والايات، انا مدمرها، انا مزلزلها، انا مرجفها، انا مهلكها، انا مدبرها، انا بانيها، انا داحيها، انا ببینید اینا، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، انا مع الكور قبل الكور، انا مع الدور قبل الدور، انا مع القلم قبل القلم، انا مع اللوح قبل اللوح،
أنا صاحب الأزلية الأولية، أنا صاحب جابلقة، أنا صاحب جابرسة، أنا صاحب الرفرف. خلاصه اینها رو ببینید. یه آقای پاشو مثل که گیج شد. آقا چی میفرما؟ بله، أنا مدبر العالم الأول حين لا سماؤكم لا هذه ولا غبراؤكم فقام إليه ابن صويرما. ابن صويرما نزير رو بكونيد تمام كتب را، نه كتب رجالي، كتب تاريخي، كتب. این شخص کیه؟ اسمش کی هست این شخص؟ رو کرد گفت که آقا انت يا امير المؤمنين. آقا فرمود انا لا اله الا الله ربي ورب الخلائق اجمعين. خب این انا الاول انا الاخر، خب ظاهرش خیلی مشکله. نگری که توجیه کنی، توجیه هم شده در بعضی روایات، یعنی انا اول من آمن به رسول الله، انا آخر من یکون له عهد به رسول الله. خود امیرالمومنین پیامبر اکرم را دفن کردن و به خاک سپردن. خب اینا ممکنه بگه. خلاصه می فرماید که بله، له الخلق له الامر الذي دبر الامور. بعد می فرماید که و باعث محمد و ابراهیم. چند دقیقه وقت داریم؟ می فرماید قسم به اون کسی که پیامبر اکرم و ابراهیم را مبعوث گردانید، لاقتلن اهل الشام بکن، به کمک شما به جنگ شامی ها خواهم رفت و درگیری های مکرر در مکرر ما با اینا خواهم داشت. قتلات و ای قتلات، چقدر از اینها را من خواهم به خاک و خون کشاند. و حقی و عظمتی، قسم به عظمت خودم، قسم به حق خودم، لأقتلن اهل الشام بكم قتلات. بله، حالا این که یادم آمد اشاره فقط بکنم، یه بار این ابن عبدالحلیم نقل میکنه که امیرالمومنین به پیامبر عرض کردن که برای من دعا کنید، برای من استغفار کنید. چشم استغفار رفتن مشهور نماز شدم تو سجده، مولا میفهمد که استماع میکنم، شنیدم سجده میفهمد که الهی به حق علی اغفر لعلی، قسم به علی. مثل نماز که تمام شد گفتم که یه چیزی از شما شنیدم. فهمود بالاخره درست شنیدی، مگر کسی هست که حقش بیش از تو باشد؟ حالا و حقی، شاید اینجوری باید ما بالاخره توجیه کنیم. بعد این کلمه رو بگم دیگه عرضم تمام، لاقتلن اهل صفین بكل قتلة 70، هر یک از کشتهای ما در برابرش 70-90 رو خواهم کشت. ولا اردن الى كل مسلم حیات جدیده، مسلمان رو دوباره من زنده شون میکنم. ولا اسلمن الیه صاحبه، برش میگردونم میگم این قاتل توست و قاتله، الى ان یشفی غلیل صدره، خودش بگیره بکشه طرفو. ولا اقتلن بعمار و اویس القرنی 1000 قتیل. گفته نشود کیف و ایان و متا و انا و حتی فکیف اذا رأیتم صاحب الشام ینشر بالمناشیر. ببین اون آقا چه کار میکنه، چقدر مردم رو شکنجه میده. یقطع بالمساطیر، ساطور و ساطور مردم رو تیکه تیکه میکنه. ثم لأذیقنه علیم العذاب. خب البته از این طرفه یقطع باید باشد، یستر باید باشد. الان شما این نگاه بکنید ببینید، بعد راجع به امام حسین هم اشاره داره، امام حسین را خواهم بله گویا میبینم ایشون با اصحابشون به شهادت میرسن. الان مخلوط این خطبه که متضمن قضیه شعیب بن صالح هم هست، خود خطبه مورد تأیید 100% نیست، مورد تأمل است نزد بسیاری از علما. و این خلاصه عرض من یک کلمه است. تا قرن قبل از قرن هفتم یا هشتم، بله تا قرن هشتم این جایی مطرح نبوده. اونم که مطرحش میکنه میگه وجاده است، لذا به این نمیشه به عنوان دلیل اعتماد کرد، اما به عنوان مؤید و شاهد برای روایات دیگر
مانعی نداد، البته با توجیه بعضی از عباراتی که ظاهرش خلاف معتقدات است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.